ایده قربان، ایده نثار و فداکاری، باز هم بر همه شما هموطنان عزیز ما مبارک باشه. ادامه ویژه برنامه صبح ها زندگی را شبکه جهانی آریانا به طور زنده میبینین و در این لحظات از برنامه هم مهمان خیلی عزیز و گرامی با ما هستن، کسی که قهرمان هستن در رشته مبارزات آزاد یا MMA، ولی هوتک مهمان ما هستن. بله، ما هم سلام صبح بخیر برشان داریم، عید شما مبارک باشه، روزه و نمازتان قبول. میگن که روزه و نماز قبول دیدم نیستم، لباسایتان از همه مهمتر مبارک باشه. تشکر، سلامتی در شما مبارک. یک مبارکی خاص به نیرو امنیتی که اونا شب روز سنگر سفری میکنن، بر ما خیلی عزیز هستن، بر ما نه که بر تمام افغان ها عزیز هستن. عیدشان مبارک، خدا کنه خوب و خوش باشه، با امید از اینکه در افغانستان یک صلح دائمی باشه و هر روز ما عید باشه. بسیار تشکر، زنده و سلامت باشه. ما هم خوشحال هستیم از حضورتان در برنامه صبح زندگی. بیاین از آغاز روز اول عید بر ما قصه بکنین که چطور امروز آغاز کردین. سلامت، کم وقت خسته بودم. اول عید مبارکی را به یک چنگ پایند برای یک سرباز در آغوش گرفتم، احساس غرور کردم، از همون شروع کردم، دیگر پیش میرم. خیلی چقدر عالی. امروز قرار است که ولی جان مطمئناً تا حال نرفتن به دیدن اعضای فامیل، قرار است اولین فامیل را که دیدار بکنه کیها هستن؟ اولین که بی صبرانه منتظرشان هستم، دوستشان هم دارم، مادرم هست که او رو در آغوش بگیرم و از بزرگترین فرصت برم، ولی واقعا تا حال نرفتیم، چرا که در خانه دیگه این بودم نرفتیم اینجا. ولی جانم دیگه چون عموما در مناسبات بیشتر در رسانه ها میباشن و روزای مناسبتی مثل عید مهمان رسانه است، اگر عزیزایی که نمیبینین ازش خفه نشین، مقصد باز ولی جان مطمئنا در هر تلویزیونی که میره، در هر استیجی که میباشه، حتما یک عید مبارکی بر عزیزای خود میداشته باشه. ولی عموما در روزای عید به دیدن بزرگا آدم اولتر میره. تصمیم ندارین به خیر خانه مادر کلان یا پدر کلان برین؟ اونجا میرم دیگه، چند فامیلای خیلی عزیز هستن و وقت دارن سر ما، اونجا میرم. ولی واقعا که خودت اکثر دوستا خفه میشن که چرا ما خانه نمیرم، چرا نمیرم، واقعا نمیشه دیگه، اما زور خودم میزنم. خب بازم زیاد هستن، عیدشان مبارک. بازم از صرفیت های ورزشکارای ما و خصوص قهرمان هم که باشن خیلی زیاد میباشه در روزهای ویژه، چون همگی دوست دارن که اونا را در برنامه داشته باشن، اونا را با خودشان داشته باشن و شاید هم تعداد زیاد از دوستایتان علاقمند به ای باشن که شما در روزهای عید همراهشان لحظات را سپری بکنین. از قربانی بر ما بگوین که چه حیوان را شما انتخاب کردین به خاطر از اینکه در روز عید قربان ذبح بکنین. ما والا انتخاب کردیم که مرغ انتخاب کردیم. مرغ انتخاب کردیم، سالم خواست، مریضی نیست. یک کم از مردم میگه اصلاش که از یک سال بیشتر باشترش قربانی میشه دیگه، یک مرغ سابقه این مثلا مرغ ادب قرار میدم. میگن که پیش از او که عید قربان برسه یک تعداد از گوسفندا رژیم سخت غذایی میگیرن به خاطر از اینکه باز در روز عید قربان اونا رو انتخاب نکنن به خاطر قربانی. از این راز گوسفندا من نخواهم شد. خب اگر قربانی انشالله کرده باشین دیگه مطمئنا با پدر جان مصروف قربانی هم میشین امروز دیگه. چون خب نه دیگه دی کارای کلان کلان دست نمیزنن و دیگه نمی که میمان رسانه باشه همی کافی است. تا حالا خودتان دیدین قربانی را می ذبح کردن حیوان از نزدیک؟ یگان تا میترسن میگن ما تا مرغ قربانی نکردیم، مرغ ندیدیم که کشته شوه. شما چطور؟ این ترس هست؟ نفهمیدی؟ یگان تا هستن میگن که مثلا چشم خود پایان میکنن، میگن که اینا بیبی ما میترسم یا نمیترسم، از این معلوم میشه. ولی نه، نام خدا شما چون ورزشکار هستین، قهرمان هم هستین، معلوم میشه که خیلی با جرأت هستین و ممکن این صحنه ها را در زندگیتان تا حال تجربه کرده باشین. در روزهای عید بیشتر دوست دارین ایدی بگیرین یا ایدی بتین؟ دوست دارم ایدی بگیرم. کلگی مثلا تعمن کلگی دوست دارم. اشکار از این میشم که ایدی میتونم مصرف میکنم. نه، نظر به سن سال اگر بگویی، عموما در فرهنگ ما اطور است که بزرگا به خوردا ایدی میتن نه و خوردا هم از بزرگا ایدی میخواین. و امروز اگر نظر به سن سال هم حتی اگر نظر به وزن هم بگویم، ولی جان از ما کدف بالا است، چطور است بر ما ایدی میتن یا نه؟ بکسک پیسه تان خویادتان نرفته در موتر؟ یک گفت دیگه که سمت صادف شده، خب دیروز بانکو بسته بود، هر بانک میرو کلی تمام امید ما بانک بود، میگه والا امروز خود نیست، این طرف و طرف و خیر بر صورت نیدی خواه انشالله اطمان میتم و کسی که توقع داره باید دیدی بده صد فیصد. بیشتر سوال خودتان بود، خب من خانه بسیار تنبل هستم، قربانی میشه اگان کار دیگه که میشه اصلا نمیتونم
ای قطعاً بل هستم گیمم اندازه اخیر یک ورزش میکنم خلاص دیگه میخوای ورزشکارا ازشان توقع میره که بسیار رحمه تا چست چالاک باشن زیاد کاری و باری باشن وزنین خانه را انجام بتن نه؟ او تو یکان چیزی که بزارت باشه او کارا میکنم در غیر از او یک میخورم و خوابیشم بس خلاص خب بایدام چطور آمادگی گرفتین لباس پیش خیا چند جوره دوختین برتان؟ دو جوره دوختیم ولی گم شده بود بگوییم لباسه تانم آمده لباس نمیده بگوییم هر چیزی که در داده باور بگوییم لباسم آمده بود خو در لباس ازاربند که دش منداز و تنبالی کنم از دستیم نشد که در گوتم برای این بطلون میباشم سریم چرا ما خانی مادر ما اونجا است ما تنها زندگی میکنم به خاطر ده کسی نبود که رو بریم پرتم لباس های میتونم نگه قدرتون که لباس یعنی خلط تنبل باشین غیر قابل باور است نه خب اونجا مجبور با اون چوب پیدا کنید چیز هست که کش میکنید نه چوب دیگه نیم تا جایی که دیدین امی بزرگا بازده خانه پنگ مندازن یا یک سیخک یک چیز مندازن امورا بند جنبان از او میکشن ولی والی جان بخاطر از اینکه تا حالا اصلا این تجربه را نداشتن میگن از او چوب استفاده شد یا کدام چیز استفاده شد که امو بند تنبان پیران تنبان داخل بسازن خب شد گفتی مشکل شد برشن والی جان از میوای خشک بیشتر چی رو دوست دارین؟ کشمش رو دوست دارم چهار مغزن خب بگیرین از میوای خشک همچنان براتون چایم ریختیم از چایم استفاده بکنین دیگه خیر ان شاء الله که لباسای دیتان هم بخیر بپوشید و برین به طرف عزیزایتان امروز جالب بود برام که چطور ولی جان عید قبل اومده بودن بسیار یک پرانتنبان مقبول پوشیده بودن بله بله و دایید دیگه با ما گفتم خواستن یک نوآوری نو بکنن ولی خبر نی که مشکل داده دیگه می لباسایشون مگه مقبول است فکر کنم می لباسایتان هم کاملا نو است شش نخورده تاله اردوش نخورده ارسیش نو است اینه معلوم میشه خب ما قصد داشتم که پرانتنبان پوشم بسیار نو خوبش جور کرده بودم ولی از دستم ولی دیگه نشد خب خیر ما از همین جمع فرشته جان دعا میکنیم که خداوند برتان امو توانش نصیب کنه که بتانین امو مشکل تنبان پیرانتنبان تانه حل بسازین بخیر که بتانین لباسای نبتانه در روزهایی دم بخیر بپوشین که یکی از فرهنگ خوب مردم افغانستان است و ما تمام مردم افغان تلاش میکنن که در روزهایی بتانن امو لباسای نو و مقبول را که خودشان قبلا آماده ساختن حتما بپوشن در خانه دوستا و خویشاوندا به خاطر دید و دید که میرن حتما با لباسای نو اونجا تشریف ولی جان بسیار زیاد تشکر امروز که تشریف آوردین صحبت شیرین با شما داشتیم گفتنی شما بر مردم عزیز ما بر عزیزایی که واقعا نمیتونن برن ببیننشان میشه اید را از طریق استودیوی صاحب زندگی برشان تبریک تشکر به شما میتان باز مبارک شما سلامت باشین دوست عزیز ایتان مبارک ما کوشش میکنیم به تمامگی برسیم اگر نرسیدیم ببخشید و کسایی که از یکدیگر خود خفه هستن اید است یکدیگر دعوش بگیرین و محبت کنین ناز بتین دیگه ایدی خوب خوش داشته باشید یک دنیا تشکر احمد ولی هوتک قهرمان مبارزات آزاد یا MMA از حضور شما در ویژه برنامه اید صبح و زندگی واقعا لحظات بسیار خوب داشتیم همراه شما انشالله که بقیه روزهای دیگه هم برتان خوب و خوش داشته باشید بخیر باشید ما هم سپاسگزاری خاص داریم از تمام بیننده های خوب ما که تا حال ما را همراهی کردین تا ساعت 12 امروز مهمان خانه هایتان هستیم بهترین مهمان های عزیز امروز هم میاین در برنامه ما صحبت های خیلی شیرین می داشته باشیم همچنانی که گزارشات زیبا از همایون هم منتظر باشین که بیننده باشین و میره به بهترین جایا با هموطن های عزیز ما صحبت های خیلی شیرین می داشته باشن و در کل ما را همراهی بکنین میرین به طرف یک میان برنامه کوتاه رستم بله دوباره برمیگردیم با گزارش زنده از همایون افغان تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین. اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین، پس اینجا را کلیک نمایین. اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین، پس اینجا را کلیک نمایین. و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویزیون بپیوندین، پس همین لحظه سابسکرایب کنین.